سلام، با ما باشید با مشروع خبرهای امروز. نازنین کاظمی هستم و من سوگل آزمون. ابتدا سرخط خبرها. غرب خواستار افزایش تحریم‌ها علیه ایران شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران معتقد است اسرائیل قصد تخریب روابط ایران با سایر کشورها را دارد. خانه سینما در آستانه بازگشایی بار دیگر توسط وزارت ارشاد پلمب شد. غرب خواهان افزایش تحریم‌های ایران است. این درخواست اما این بار نه برای مقابله با برنامه اتمی ایران، بلکه به خاطر حمایت ایران از نظام بشار اسد رئیس جمهوری سوریه مطرح شده است. این در حالی است که با پیروزی حسن روحانی نامزد میانه رو در انتخابات ریاست جمهوری ایران امید می‌رفت که تحریم‌های ایران کاهش یابد. از سوی امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش مربوط به نقض تحریم‌ها از سوی ایران را تایید نکرده است. همکارم نگاهی کرده است به چند و چون این خبرها که با هم می‌بینیم. به رغم همه خوشبینی ها پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران و احتمال تغییر سیاست های تهران، دوشنبه 24 تیر ماه غرب بار دیگر خواستار تشدید تحریم ها علیه ایران شد. نمایندگان آمریکا و دیگر قدرت‌های غربی در سازمان ملل متحد دلیل این درخواست را اقدام ایران به پشتیبانی تسلیحاتی، آموزشی و لوجستیکی از رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه عنوان کردند. تحریم‌هایی که به گفته وضع کنندگانش قرار است فشار بیشتری بر ایران و متحدانش از جمله حزب الله لبنان وارد کند. درخواست تحریم‌های بیشتر علیه ایران در حالی مطرح می‌شود که سه‌شنبه 25 تیر ماه شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش مربوط به نقض تحریم‌ها توسط ایران را تایید نکرد. این گزارش را کمیته‌ای شامل کارشناسانی از 15 کشور عضو شورای امنیت نوشته بودند. بر پایه این گزارش اعضای کمیته متفق القول بودند که ایران تحریم‌های سازمان ملل را نقض کرده است. در این گزارش علاوه بر ارسال سلاح برای رژیم اسد به مواردی چون تلاش ایران برای دستیابی به تکنولوژی و قطعات مورد نیاز در برنامه هسته‌ای و همچنین آزمایش موشک‌های شهاب 1 و 3 در تابستان سال گذشته اشاره شده است و نهایتاً از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است تا برای کنترل اقدام‌های ایران در زمینه دور زدن تحریم‌ها چاره‌ای بیندیشد. بر پایه اخبار رسیده از جلسه محرمانه شورای امنیت، روسیه مخالف اصلی این گزارش بوده و چین هم از نظر روسیه حمایت کرده است. روسیه و چین معتقدند باید منتظر ماند تا حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران بر سر کار آمده و بعد از دیدن نتیجه کار او برای اقدام‌های بیشتر تصمیم گرفت. همزمان 29 نفر از مقامات پیشین آمریکایی روز دوشنبه 24 تیر ماه در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده از او خواستند تا با دولت جدید ایران که از مرداد ماه بر سر کار می‌آید راه دیپلماسی را در پیش بگیرد. این درخواست پس از آن مطرح می شود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته بود که ایران تا رسیدن به خط قرمز هسته‌ای فاصله کمی دارد و دنیا نباید به حسن روحانی که گرگی در پوست میش است اعتماد کند. در این میان باید دید بار سنگینی که تا 2 هفته دیگر بر دوش حسن روحانی گذاشته خواهد شد سالم به منزل مقصود خواهد رسید یا نه. میثم ارشدی، تلویزیون رها. گزارشی بود درباره مواضع اخیر غرب درباره تحریم ایران و حالا نوبت به اخبار کارگری میرسه. دبیر خانه کارگر سمنان: دعوای پزشکان متخصص با تأمین اجتماعی کارگران را متضرر کرده است. ریزش دیوار یک ساختمان قدیمی در تهران باعث مرگ یک کارگر 21 ساله ساختمانی شد. دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان: 80% کارگران از سبد کالا و کاهش ساعات کاری رمضان محرومند. دبیر خانه کارگر نیشابور: نیشابور با 44,000 بیمه شده فاقد بیمارستان تأمین اجتماعی است.
محمد نوریزاد، نویسنده و روزنامه‌نگار منتقد حکومت ایران، اعلام کرد ماموران وزارت اطلاعات گذرنامه همسرش را در فرودگاه ضبط کرده و مانع سفر او شدند. محمد نوریزاد از نویسندگان سابق روزنامه کیهان است که پس از اعتراضات به انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در سال 88 به صف منتقدان حکومت پیوست. پس از آن نامه‌های سرگشاده انتقادی نوریزاد به رهبر جمهوری اسلامی او را راهی زندان کرد. او اکنون به قید وثیقه آزاد است. آقای نوریزاد در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی فیسبوک نوشته ماموران وزارت اطلاعات در فرودگاه بدون دلیل و بدون ارائه حکم قضایی همسر او را به دفتر خود احضار و پس از بازرسی وسایلش گذرنامه، یک دستگاه لپتاپ و چند قلم وسیله شخصیش را ضبط کردند. به نوشته محمد نوریزاد به همسرش گفته شده که برای بازپسگیری این اقلام باید به دادگاه انقلاب مراجعه کند. در تماسی تلفنی با محمد نوریزاد در مورد جزئیات این واقعه پرسیدیم. من صبح خیلی زود رفتم برای آوردن ایشون. خب همه مسافرها آمدن رفتن و بعد یه لحظه ایشون رو دیدم، ولی اسم ایشون از طریق بلندگوی فرودگاه خوانده شد و ایشون برگشت به قسمت گذرنامه و یک ساعت بعد ایشون آمدن، در حالی که گذرنامه‌شون رو گرفته بودن، همه وسایلشون رو زیر رو کرده بودن، لپتاپی داشتن، یه سری نوشته‌های شخصی داشتن، حالا یه فلش مموری چیزی بوده، اینا رو گرفته بودن. ببینید که اصلا هرچی هم ایشون اصرار میکنید که حکم قضاییتون شما من نشون بدید که مستدل باشه، قانونی باشه، اونا ادا میکنن. من انتظار یک چنین برخوردهایی رو داشتم. به هر حال ما در بستری از یک چنین قضاییات داریم زندگی میکنیم، ایراد نداره، کنار اومدیم دیگه. بعد به ایشون رسید دادن مثلا که بدون مهر و بدون عرض بفهمید که اعتباری که حالا بدونن کجا مراجعه بکنن، همینجوری گفتن برید دادگاه انقلاب. این روزها حکومت ایران خانواده های زندانیان سیاسی و فعالان سیاسی را به شدت تحت فشار قرار داده است. از محمد نوریزاد که خود و خانواده‌اش نیز از قربانیان این برخورد هاست، تحلیل و نظرش را در مورد این نوع رفتار پرسیدیم. خب این یک شگرد امنیتی است که برای به زانو در آوردن یک فرد به خانواده‌اش مراجعه میکنن، اونا رو تحت فشار قرار میدن. یک رویه تلخ و ناشایست و گستاخانه است که مثلا آدم از هر رژیمی، از هر دستگاهی، از هر نظامی انتظار داشته باشه. از یک نظامی که مبتنی بر اخلاق و ادب و مسلمانی است و قانون، مطلقا آدم انتظار این رو نداره. این اگر یک چنین رویه‌ای رو حتی من در اروپا و آمریکا یک روزی بشنوم یا میشنیدم، میگفتم به هر حال اروپا و آمریکاست. در یک نظامی که بیرق اسلام علم کرده، حوزه های خصوصی بسیار بسیار حساسن، یعنی قوی ترین خط قرمز ها در حوزه های خصوصی حق و ناس در نظام فکری ما و برترین حق و ناس حریم خصوصی مردمانه، بعد مسائل مادی و اینها پیش میاد. به هر حال ما در میگم دیگه در معرض یک چنین آسیب هایی هستیم و مدعیان مسلمانی هم اتفاقا با اسبانی یک چنین رفتار نادرستی هستند. با محمد نوریزاد بودیم از تهران. 5 نفر از فعالان آذربایجانی در اعتراض به احکام صادر شده علیه آنها 4 روز است که در زندان تبریز در اعتصاب قضا به سر میبرند. این 5 نفر که در زمستان سال 91 بازداشت شده بودند به 8 تا 9 سال زندان محکوم شدند. بر اساس گزارش های منتشر شده، محمود فضلی، شهرام رادمهر، یورش مهرعلی بیگلو، لطیف حسنی و بهبود قلی‌زاده به اتهام تشکیل گروه غیرقانونی به 8 سال حبس تعزیری و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری دیگر محکوم شدند. پیش از این سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای نگرانی خود را از افزایش سرکوب مخالفان، معترضان و کنشگران سیاسی، صنفی و فعالان مدنی در ایران اعلام کرده بود. با برادر یورش مهرعلی بیگلو گفتگویی داشتیم و از ایشون در مورد شرایط فعلی این زندانیان پرسیدیم.
بله، ایشون از 20 ماه سال پیش یعنی 91 زندان هستن. قبلا اتهامشون تبلیغ علیه نظام، همکاری، تشکیل گروه و اینها بود. بعد به اتهام باز دوباره به اتهام تشکیل گروه و تبلیغ علیه نظام به 9 سال حبس تعزیری محکوم شدن. بعد الان در اعتراض به تایید حکمشون تقریبا 4 روز وارد اعتصاب قضاشون شدن. وکیلشون اعتراض کردن ولی تجدید نظر، دادگاه تجدید نظر بدون مطالعه دقیق لایحه وکلا حکمشون رو تایید کردن. ایشون هم برادرم به اتفاق دیگر دوستان 4 دیگه که همشون به 9 سال حبس تعزیری محکوم شدن، همشون در اعتراض به حکم ناعادلانه که براشون صادر شده اعتصاب غزه رو شروع کردن. با روح الله مهرعلی بیگلو بودیم از ایران. دادستانی تهران به خانواده حسین رونقی، زندانی سیاسی در زندان اوین تهران، اعلام کرده که اطلاعات سپاه از مرخصی درمانی فرزندشان جلوگیری می کند. حسین رونقی ملکی از دستگیر شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 است که توسط اطلاعات سپاه بازداشت شد. او در شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به 15 سال حبس محکوم شد. به گزارش سایت کلمه و به نقل از معاون دادستان تهران، اطلاعات سپاه اعلام کرده که آقای رونقی ملکی در دوران مرخصی فعالیت کرده و به همین دلیل با مرخصی درمانی وی موافقت نخواهند کرد. و حالا سری میزنیم به آن سوی میله های زندان. فریبا معظمی، همسر مهدی معتمدی مهر، زندانی سیاسی، در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار توقف اعمال غیرقانونی نیروهای امنیتی نسبت به آقای معتمدی مهر شد. با گذشت بیش از 3.5 سال از زندانی شدن مجید توکلی، فعال دانشجویی، درخواست‌های خانواده او برای حق مرخصیش بی نتیجه مانده است. خسرو و مسعود کردپور کماکان در حالت بلا تکلیفی در زندان مهاباد به سر میبرند. 27 شهریور ماه به پرونده محمد توسلی، عضو ارشد و مسئول دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران، در دادگاه تجدید نظر رسیدگی می شود. اشکان ذهبیان، فعال دانشجویی، امروز به مرخصی آمد. شامگاه گذشته درگیری میان هواداران محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر، با مخالفان او از یک سو و با نیروهای امنیتی از سوی دیگر دست کم 7 کشته و 261 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری الشرق الاوسط، پلیس مصر اعلام کرد بیش از 400 نفر را در ارتباط با این ناآرامی‌ها دستگیر کرده است. این درگیری‌ها در 2 منطقه روی داد، یکی میدان رامسیس نزدیک به میدان التحریر و دیگری در شهر جیزه. هواداران مرسی شامگاه گذشته با خواست بازگشت او به ریاست جمهوری در مناطق مختلف تظاهرات کردند. 2 پیش ارتش مصر مرسی را از مقام ریاست جمهوری برکنار کرد. این اقدام پس از چند روز تظاهرات میلیونی مخالفان او با خواست استعفایش صورت گرفت. هواداران مرسی این اقدام ارتش را کودتا می‌دانند و می‌گویند تا زمان بازگشت او به قدرت به اعتراض‌های خود ادامه خواهند داد. دولت جدید مصر سوگند قانون اساسی یاد کرد. ریاست این دولت را حازم بابلاوی بر عهده دارد که از سوی عدلی منصور، رئیس جمهوری موقت، مأمور تشکیل دولت شده بود. بیشتر اعضای دولت را شخصیت‌های تکنوکرات تشکیل می‌دهند. این دولت وظیفه دارد مصر را در مرحله انتقالی تا زمان اصلاح قانون اساسی و برگزاری 2 انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری اداره کند. حزب اسلام‌گرای اخوان المسلمین که مرسی از اعضای آن است و حزب سلفی نور از حضور در دولت موقت امتناع کردند. به گزارش رویترز، محمد المسلمانی، سخنگوی ریاست جمهوری مصر، گفته است انتظار می‌رود این 2 حزب در روند آشتی ملی شرکت کنند.
و خبری از سوریه. ویلیام هگ وزیر امور خارجه بریتانیا گفته است ایران در صورت پذیرش مصوبات کنفرانس ژنو 1 درباره سوریه میتواند در کنفرانس ژنو 2 شرکت کند. آمریکا و روسیه بر سر برگزاری کنفرانس بین المللی صلح برای سوریه به توافق رسیدند که کنفرانس ژنو 2 نام گرفته است، اما هنوز زمان برگزاری آن مشخص نشده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، هگ گفته است بر پایه مصوبات کنفرانس ژنو 1، سوریه نیازمند مرحله انتقالی است که مدیریت آن دارای اختیارات لازم برای محقق کردن صلح و برگزاری انتخابات باشد. از سوی دیگر، کاخ سفید آمریکا اعلام کرد که واشنگتن به تماس‌های خود با مخالفان حکومت سوریه برای تأمین نیازهایشان ادامه می‌دهد. در همین حال بریتانیا نیز اعلام کرد تجهیزاتی برای مقابله با اسلحه شیمیایی در اختیار مخالفان حکومت سوریه قرار می‌دهد. و انفجار یک بمب کنار جاده‌ای کاروانی از خودروهای وابسته به حزب الله لبنان را که به سمت سوریه در حال حرکت بود هدف قرار داد. این انفجار در نزدیکی مرز سوریه روی داده است. خبرها درباره میزان خسارت‌های وارده ضد و نقیض است. شبکه خبری العربیه از کشته شدن یکی از اعضای حزب الله و زخمی شدن دو نفر دیگر در این حادثه خبر داده است، اما خبرگزاری فرانسه گزارش داده که در این انفجار تنها دو نفر زخمی شدند. حزب الله لبنان هم پیمان نظام سوریه است و این رژیم را در مقابله با مخالفانش کمک می‌کند. و یونان، اعتصاب سراسری یونان را فرا گرفته. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قطارها و متروها هم از حرکت باز ایستادند. تنها کارکنان بخش‌های اورژانس بیمارستان‌ها هستند که امروز در محل کار خود حاضر شدند. اعتصاب سراسری در اعتراض به مصوبه دولت برای اخراج هزاران کارگر و کارمند بخش‌های دولتی صورت گرفته. تصمیمی که در چهارچوب طرحی برای اقتصاد در حال فروپاشی یونان گرفته شده است. دولت یونان برای دریافت قرض از طرف‌های خارجی باید سیستم دولتی خود را اصلاح کند، اما به نظر می‌رسد تصمیم دولت برای کوچک کردن حجم خود خشم یونانی‌ها را برانگیخته است. مردمی که از بیکاری 27% رنج می‌برند، کارگران بخش‌های خصوصی یونان هم در اعتصاب و اعتراض‌های اخیر کارگری این کشور شرکت دارند. و حالا نوبت می‌رسد به یک جمله و یک خبر. عباس علی سلیمانی، نماینده علی خامنه‌ای در سیستان و بلوچستان: کشورهای بی ایمان هم اتاق فکر دارند. محمد تقی مصباح یزدی: توفیق حضور در جبهه ها را نداشتم. عباس عراقچی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گفته است بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قصد تخریب روابط ایران با کشورهای دیگر را دارد. نتانیاهو دو روز پیش در واکنش به انتخابات ریاست جمهوری ایران، حسن روحانی رئیس جمهور منتخب را گرگی در پوست میش نامیده بود. به گزارش خبرگزاری ایران، آقای عراقچی امروز گفته است انتخابات ایران که مورد استقبال جامعه بین المللی قرار گرفته و فضای مثبتی را در جامعه بین الملل ایجاد کرده، باعث عصبانیت نخست وزیر اسرائیل شده و این قابل درک است. نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه گفته بود ایران تا رسیدن به خط قرمز اسرائیل تنها 60 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 20% فاصله دارد و دنیا نباید به حسن روحانی که گرگی در پوست میش است اعتماد کند. غرب میگوید که نگران برنامه هسته‌ای ایران است، اما ایران از سوی دیگر بر صلح‌آمیز بودن برنامه‌های هسته‌ای خود تاکید دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی سوء مدیریت داخلی را عامل اصلی گرانی و بی‌ثباتی قیمت‌ها در ایران دانسته است. به نوشته روزنامه تهران امروز، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تهیه گزارش خود از 285 تشکل اقتصادی بخش خصوصی نظرخواهی کرده است. بنابر این نظرخواهی 68% گفتند که سوء مدیریت عامل اصلی بی‌ثباتی و انفجار قیمت‌ها در پاییز سال 91 بوده و تنها 29% اعتقاد داشتند که تحریم عامل اصلی بی‌ثباتی اقتصادی است. در همین حال در نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس تنها 3% از پاسخ دهندگان گفتند قانون هدفمندی یارانه‌ها عامل اصلی بی‌ثباتی قیمت‌هاست.
پیش از این احمدی نژاد تحریم‌ها را عامل اصلی بی‌ثباتی قیمت‌ها دانسته بود. این گزارش تنها یک روز پس از آن انتشار یافت که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته بود که این دولت با تحمل سختی‌ها نسبت به همه دولت‌ها و دوره‌های دیگر کارهای بسیار پرحجم و پرشتابی انجام داده است. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز 3 تن از فقهای شورای نگهبان را در سمت خود ابقا کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، محمد مؤمن که از سال 1363 عضو شورای نگهبان است، محمد یزدی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و رئیس اسبق قوه قضاییه و محمود هاشمی شاهرودی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس پیشین قوه قضاییه 3 شخصیتی هستند که در شورای نگهبان ابقا شدند. اما مهدی شبزاندهدار به عنوان عضو جدید توسط علی خامنه ای منصوب شده است. آنطور که در خبرها آمده او فرزند حاج شیخ حسین شبزنده‌دار از شاگردان آیت الله خمینی است. شورای نگهبان متشکل از 12 عضو است و 6 عضو فقیه آن با حکم رهبر منصوب می شوند و 6 عضو حقوقدان آن از سوی قوه قضاییه معرفی و با رأی نمایندگان مجلس تایید می شوند. احمد جنتی و محمد رضا مدرسی یزدی دیگر فقهای عضو شورای نگهبان هستند. 10 کارگر اخراجی کارخانه ذوب آهن فولاد زاگرس صبح امروز در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. روز گذشته 180 کارگر این کارخانه مقابل دفتر رهبر جمهوری اسلامی در خیابان پاستور تجمع کرده بودند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران خواستار بازگشایی کارخانه فولاد زاگرس در شهرستان قروه و پرداخت 3 ماه حقوق خود هستند. 235 کارگر موقت کارخانه فولاد زاگرس به دلیل آنچه از سوی کارفرما ناتوانی مالی و زیانده بودن تولید ذکر شد اخراج شدند. به نوشته ایلنا، این کارگران اخراجی که در روزهای 19 و 20 تیر ماه در مقابل اداره کار شهر قروه و استانداری کردستان تجمع کرده بودند، به دلیل دریافت نکردن پاسخی از سوی مسئولان استان کردستان راهی تهران شدند. و حالا نرخ سکه و ارز در بازار امروز تهران. امروز دلار با 50 ریال کاهش نسبت به روز دوشنبه در بازار تهران 32550 ریال فروخته شد. پوند با 300 ریال کاهش 49200 ریال به فروش رفت. نرخ فروش یورو نیز با 100 ریال کاهش نسبت به روز دوشنبه 42500 ریال بود. سکه بهار آزادی طرح جدید هم بدون تغییر نسبت به روز دوشنبه 10 میلیون و 860 هزار ریال در بازار تهران معامله شد. چالش‌های خانه سینما ایران که پیشتر توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعطیل اعلام شده بود همچنان ادامه دارد. نهادی که بزرگترین نهاد صنفی سینماگران محسوب می‌شود، با وجود اینکه محمود احمدی نژاد رئیس دولت ایران دستور از سرگیری فعالیت خانه سینما را صادر کرده، دیشب ساختمان این نهاد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پلمب شد. جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی گفته است این اقدام بدین منظور صورت گرفته تا ساختمان به خانه اصناف سینمای ایران تحویل داده شود. در واکنش به این اقدام، شماری از سینماگران پس از پلمب شدن خانه سینما در مقابل ساختمان آن تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره خانه سینما گفته که محمود احمدی نژاد رئیس دولت ایران قول مساعد داده که مسئله پلمب شبانه ساختمان این نهاد صنفی را پیگیری کند. آقای توحیدی پلمب شدن ساختمان این نهاد صنفی را تصرف عدوانی نامیده و گفته است به غیر از مراجع قضایی هیچ شخص دیگری حق پلمب هیچ مکانی را ندارد. از سوی دیگر و بر اساس این گزارش گفته می شود خانه سینما به مدت 48 ساعت در اختیار نیروی انتظامی قرار گرفته تا تکلیف پلمب آن مشخص شود. با شهاب عموپور گفتگوی کردیم در مورد اتفاقات پیرامون خانه سینما در ایران.
من ابتدای هم میخوام عرض بکنم خدمت شما که این متاسفانه بعضی از رسانه ها طوری این جریانات رو گزارش میکنن که مخاطب دچار اشتباه میشه. ببینید اشتباه نکنید، آن گروهی که الان رفتن و میخوان خانه سینمای دو رو در حقیقت تشکیل بدن و میخوان این خانه سینما رو الان در مکان قبلیش مستقر بشن به زور و به زور و ضرب آیین نامه هایی که هنوز رسمی نشده، اینها صاحبان اصلی خانه سینما نیستن، اینها دقیقاً گروهی هستن که میخوان یک خانه سینمای بدلی رو تشکیل بدن با توسل به آن دستوری که آقای احمدی نژاد دادن و دارن خودشون رو جا میزنن. در اعتراض به این امر اهالی خانه سینما چندین تن از آنها امروز جمع شدن در مقابل خانه سینما تا مانع این بازگشایی غیرقانونی بشن و اوضاع کمی پیچیده شده و متاسفانه تعدادی از سینماگران هم در این قضیه دخیل هستند و با مددی که از آقای شمقدری و همکاران گرفتن و با استفاده از فرصتی که فراهم شده دارن سعی میکنن خودشون رو وارد بدنه خانه سینما بکنن و با تشکیل هیئت مدیره و غیره این خانه رو در دست بگیرن. حالا چرا این اتفاق افتاده و ریشش در کجاست، به کجا برمیگرده؟ فکر کنم خیلی شفافه. ببینید کمتر از یک ماه دیگه دولت فعلی خواهد رفت، مدیران کنونی سازمان سینمایی مجبور خواهند شد که این پست ها رو بگذارند و برند. خب عملا چه اتفاقی براشون میفته؟ دیگه دستشون به هیچ جا بند نیست، از فرصتی که پیش آمده استفاده کردن، دارن آخرین واقعا ضربه های خودشون رو به بدنه سینمای مملکت میزنن. چه کار کردن؟ آمدن آن تعدادی از اصناف رو که این یکی دو سال اخیر با خودشون تشکیل داده بودن و این اصناف تحت پوشششان بودند و متابعت میکردن از دستورات اینها، اینها رو آوردن میدان و با استفاده از اینها میخوان حالا که فرصتی فراهم شده برای تشکیل دوباره خانه سینما، این اصناف و به تعدادی از سینماگران رو که الان مشخص شده کیا هستن در قرار هستش بر به عنوان هیئت مدیر انتخاب بشن، متاسفانه از تهیه کنندگان قدیمی سینما ایران هم هستن، اینها رو میخوان داشته باشن در خانه سینما و صحنه رو از دست ندن و نمیخوان بگذارن آن کسانی که قبلا در خانه سینما مسئولیت داشتن، آقای اسکرپور، آقای توحیدی و سایر عزیزانی که زحمت کشیدن سالها در این خانه سینما ما واقعی، میخوان یه کاری بکنن که اونها نتونن دوباره بعد از خانه سینما بیستن و یک تشتتی، یک تفرقه دوباره بین سینماگران بیفته و این اوضاع همینطور ادامه داشته باشه تا به انتها و جایی که معلوم نخواهد بود. متاسفانه آقای شمقدری و دوستانشان و کسانی که تحت پوشش مجموعه اینها هستن، الان که دولت داره میره و داره واگذار میکنه این سینما رو به متولیان دیگری، باز هم دست بردار نیستن و تا توان دارن زهر خودشون رو، مجبورم از این کلمه استفاده بکنم، که بر بدنه سینما ایران دارن وارد میکنن و فرو میکنن و دارن نیش میزنن مدام این سینمای مملکت رو. گفتگوی ما رو با شهاب عموپور شنیدید. رسول منتجب نیا آقا مقام حزب اعتماد ملی خبر فعالیت مجدد این حزب را تکذیب کرد. این در حالی است که امروز خبرگزاری ایسنا به نقل از محمد جواد حقشناس، یکی از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، گزارش داده بود این حزب فعالیت خود را از سر گرفته و پیش از ماه رمضان اولین جلسه شورای مرکزی آن برگزار شده است. منتجب نیا در مصاحبه با سایت ندای انقلاب فعالیت حزب اعتماد ملی را منوط به آزادی آقای مهدی کروبی و روی کار آمدن دولت حسن روحانی دانسته است. مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی که از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 است، بیش از 900 روز است که در حبس خانگی به سر می‌برد. دفتر حزب و روزنامه اعتماد ملی پس از انتخابات سال 88 پلم شد. و ممنون از اینکه با این بخش خبری با ما همراه بودید. شب و روزتان خوش و خدا نگهدار. خدا نگهدار.